من افسانه حسینی هستم، 43 سال سن دارم، حدود 12-13 سال هستش که ایمان به مسیحیت آوردم. من از یه خانواده مذهبی به دنیا آمدم، از فامیلیم قشنگ مشخصه که سید هستم و اعتقاداتی هم که در مملکتمون هست و در مذهبمون بوده که چه دید و چه برداشتی به من داشتن و اعتقادات اسلام بوده و خیلی مذهبی بودم و سعی میکردم که تمام قوانین اسلام رو انجام بدم، مخصوصا مفاتیح رو. من به شدت مذهبی بودم چون عاشق خداوند بودم، عاشق خدا بودم و دوست داشتم که بشناسمش و بیشتر دوست داشتم که منو دوست داشته باشه و همه اعمالش رو انجام میدادم. حتی به جایی رسیده بودش که عاشق شهادت بودم و در اسلام جهاد حکم اول رو داشت. حاضر بودم شلمچه برم، حلبچه برم، پام روی میل بره و به شهادت برسم. یه مسیری رو دوست داشتم انتخاب بکنم که به شهادت برسم و عشقم رو نسبت به خدا نشون بدم. اولین باری که از مسیح شنیدم از طریق تلویزیون بود و به خاطر همینم اصلا دوستم هر وقت شهادت میدم تصویرم مشخص بشه، چون خودم تصویری ایمان آورده بودم به عیسی مسیح و اونجا بود که قلب من لمس شد و برام خیلی جالب بود مطلباش. سعی میکنم تمام مطلبای مذهبی خودم که در اسلام هست رو گوش بدم، نه تنها گوش بدم بلکه عمل بکن، عملش رو انجام بدم. ولی وقتی برای بار اول از مسیحیت شنیدم خیلی چیز جالبی بود برای من و تا حالا نشنیده بودم همچین چیزی رو و نشستم گوش دادم و اونجا گفتن هر کسی دوست داره قلبش لمس بشه میتونه دعا کنه، دستشو بذاره روی تلویزیون و هر چی که گفت و تکرار کنه. ما زیاد آشنایی نداشتم و این کار رو انجام دادم، دستامو گذاشتم و هر چیزی که اون برادر عزیز گفت و من تکرار کردم و بعدها متوجه شدم که اون دعای نجات بوده که من گفتم. برای خودم هم خیلی جالب بود، من افسانه‌ای بودم که نه به کسی نمیگفتم، مخصوصا بزرگترهای خودم، و سعی میکردم همه اطرافیانم رو راضی نگه دارم. چه چیزی باعث می شدش که من بهشون بگم نه؟ چه چیزی باعث می شد که من برگردم بگم که نه من اینو انتخاب کردم؟ یه چیزی درون من بود و من نمی شناختم، اصلا نمی دونستم. یه چیز جدیدی توی من بود، بعدها فهمیدم که این روح القدس بود، این من نبودم، این من افسانه نبودم که جا نمازامو جمع می کردم و از خونم بیرون کردم. به یه چیزی رسیده بودم، به یه عشقی رسیده بودم که نمی خواستم از دستش بدم، حاضر بودم براش همه کار بکنم و دلیلش هم نمی دونستم چیه. می دونید وقتی آدم مسلمونه و تمام اون اعتقادا، مخصوصا اون کارهایی که تو مفاتیح و من انجام میدادم، مدام این فکر رو میکردم که خدا رو راضی نگه دارم، خدا منو دوست داشته باشه. من دوتا بچه کوچیک داشتم، نمیگم هر شب ولی در هفته یک بار سعی میکردم این کار رو انجام بدم.
بچه‌هامو بیرون می‌بردم، پارک می‌بردم، چون بچه وقتی کوچیک باشه شب و تونتون ممکنه بیدار بشه. نماز شب اسلام هم که یکم خیلی طولانیه، سعی می‌کردم بچه‌ها رو ببرم پارک، خستشون کنم، بعد بیارم خونه، حمامشون ببرم، غذای سیر بهشون بدم، که خودم با اینکه خیلی خسته بودم پا به پای دوتا بچه باید این کارا رو انجام می‌دادم، خسته می شدم بخوابم تا من بتونم نماز شب رو بخونم. و آخر نماز شب باید گریه می کردم. حالا فکر کنیم مثلا توی اون خستگی، توی اون کوفتگی بدن باید گریه می کردم که خدا نماز من رو قبول کنه، چون در این صورت نماز من قبول نمی شد. وقتی یکم، من نمیگم زیاد با مسیح آشنا بودم، ولی وقتی صحبت‌هاشون رو که گوش می‌دادم از تلویزیون و کتاب رو می‌خوندم، زیاد از کتاب هم سردر نمی‌آوردم ولی می‌خوندم، به فرق داشت. من اون موقع خودم رو اذیت می‌کردم که خدا من رو دوست داشته باشه، در حالی که در مسیحیت خدا عاشق منه. وقتی به این باور برسی که عاشقت، دوستت داره، محکومت نمی‌کنه، نمیخوای از دستش بدی، مثلا نمیخوای از دست، حاضری از همه چی بگذره ولی اونو از دست ندی. یه چیز جدیدی بود در من و این بر من خیلی زیبا بود. این باعث میشد که من به همه لبخند بزنم، بگم هر چی میگه مثلا مهم نیست، برای من کارم انجام میدم. تغییرات که خیلی زیاده، یعنی تغییراتی که، یعنی فرق افسانه گذشته با افسانه الان خیلی زیاده. شاید به اندازه تارهای موهای سرم من تغییر کردم. بعضی وقتا حتی با پدر شوخی میکنم، یا خدایا خیلی سر من کار کردی، یعنی افسانه ای که پاش عاشق این بودش که پاشو بذاره رو میل و به شهادت برسه، الان به جایی رسیده که واسه اون اشخاص دعا میکنه قلبشون لمس بشه. خب خیلی متفاوته. با یه جمله نمیتونم بگم افسانه چقدر تغییر کرده. افسانه خیلی تغییر کرده. افسانه یعنی جوری شده که بزرگ، شاید قشنگترینش، نمیتونم بگم بزرگترینش، قشنگترینش اینه که اگه کسی افسانه رو ناراحت میکنه واسه اش دعای برکت کنه، نه اینکه بیاد. آره اوکیه، بعضی وقتا انسانیم، بعضی وقتا به هم میریزیم، ممکنه بتوبیم، ولی همونجا روح القدس میگه ببخش، آروم باش، من با تو هستم. این یکی از قشنگترین چیزایی که بعد دشمنت رو ببخشی و براش دعای برکت کنی، این زیباترین چیزه. ولی در اسلام چی بود؟ در اسلام حکم اوله خدا جهاد بود و جهادهای مختلفی جهادهای مختلفی در قرآن نوشته شده. حالا میخواد جهاد، میخواد جنگ باشه، میخواد به زن باشه، میخواد به زندگی باشه، انواع جهادها رو ما داشتیم. ولی اینجا محبته. من تو یک جمله نمیتونم بگم که چه تغییر افسانه کرده. و با همه این وجود که با خدا آشنا هستم، باز هم میدونم که باید خیلی چیزها رو افسانه یاد بگیره. یعنی هرچی جلوتر میرم، میرم باز بلد نیستم، باز باید بیشتر با خدا آشنا بشم. و این زیباترین زندگی افسانه است که با خدا قدم زدنه، با خدای حقیقی قدم زدنه، با وجود تمام گناهایی که دارم، با وجود تمام ضعفایی که دارم، با تمام وجودی که ایرادهایی که افسانه داره، خدا باز عاشقشه. ولی در اسلام این نبود. با یه حرکتی باید جزا میدادیم. بعضی ها میگن که با چوب بالا سرت خدا وایساده بود، با یه حرکتی باید میزد. ضرب و مثل داریم، میگیم چوب خدا صدا نداره، بزنه دعوا نداره، در حالی که خدا اصلا چوبی نداره. این قشنگترین چیزیه که توی زندگی من پیش اومد، که من دعا کنم برای دشمنانم، برای کسی که من ناراحت میکنه دعا کنم. و
اصلا کار دنیا همینه، شریر گرفته این دنیا رو، ولی خداوند ما میگه که حتی اگر بمیری تو پیروزی. این خیلی زیباترین چیزیه که تو ذهنم وقتی حلاجی میکنم، وقتی مرور میکنم، وقتی باش قدم میزنم، نمیخوام از دستش بدم. و این در تمام مراحل زندگی باعث نجات منه، نجات جسمی، روحی، روانی، همه چیه منه، آزادی منه. دیگه اون زنجیرها رو ندارم تحت یک سری از قوانین رو که زنجیر شده بود افسانه. دیگه افسانه آزاد، افسانه همینی که هست خدا عاشقش و دوستش داره. خیلی فرق بزرگی. حتی در، نمیدونم اجازه دارم بگم اینو یا نه، در اسلام وقتی یک زن دوره عادت ماهیانه میشد اجازه نداشت پاشو بذاره توی مسجد، چون میگفتن نجسه. ما اجازه نداشتیم به کلام قرآن دست بزنیم، میگفتن نجسی. من یادمه مثلا مشهد که میرفتم، اگه مثلا یه همچین دوره ای رو من میخواستم بگذرونم، نباید زمین میشستم چون احساس میکردم نجسم. میگفتن نه نباید، باید رو بالا بشینی، رو سنگ نباید بشینی. خب اینا همه تاثیر میذاره توی روحیه آدم. صبح که داشتم میومدم اینجا میگفتم آخه پدر جان این چه چیزیه که من 12-13 سال شهادتم رو وقتی میگم مثل بار اول لذت داره برای من. این چه شادیه که تموم نمیشه، قطع نمیشه. زندگی با مسیح، زندگی با محبت، زندگی در مسیح، زندگی در محبته، زندگی همراه مسیح، زندگی همراه با محبت. و خداوند هم در کلامش میگه خدا خود محبته و هر کسی در محبت باشه خدا هم در او هست. و این زیباترین چیزیه که یک ایماندار به این نتیجه میرسه که خدا در او هست. این خیلی قشنگه برای من.